دوستان عزیز فیسبوکی، دکتر ناناز پیرنیا هستم با یک برنامه دیگه از سری برنامه هایی که هر سه شنبه 2 تا 3 از رادیو ایران لایف پخش میشه. شما را هم دعوت میکنم که همراه من باشین. امروز در رابطه با مشکلات یادگیری افراد و اینکه ما با علم جدید مغزشناسی و مغزدرمانی دیگه معنی لرنینگ دیسیبیلیتی یا مشکلات یادگیری رو جور دیگه میبینیم و جور دیگه ترمیم میکنیم و این خبر خوبیه برای همه کسانی که یک نوع مشکل یادگیری دارن که امروز راجبش صحبت میکنم. سوالی هم دوستی مطرح کرده بودن. آذر ایرانفر عزیزم، خوشحالم که آمدی سری به ما بزنی و با ما باش. میریم روی ایر، برنامه لایو ما شروع میشه. مرسی فرشاد جان، با ما باش. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر و به همراه فرشاد بلندیان عزیز، کارگردان اتاق فنی، به همه شما روز بخیر میگم و ممنونم که این برنامه های من به دل شما نشسته، ازش استقبال شده و سوالاتونو میفرستین، تلفونای مهرامیزتون و سپورتی که به من میدین و همچنین خوشحالم که عزیزان راضی هستین از سرویس هایی که مرکز مایند تراپی سنتر و من دکتر ناناز پیرنیا برای شما زیر یه سقف گذاشتم. همونطور که میدونین برنامه من لایو از 2 تا 3 هست و عزیزانی هم که روی فیسبوک با من دوست هستین لایو میتونین با من باشین، مهمان من باشین و من در مورد مسائل روانشناسی در رابطه با مشاوره زناشویی و خانواده و مسائل کودکان، نوجوانان، بزرگسالان با شما مسائل مختلف رو مطرح میکنم و همینطور از برنامه ها و سرویس هایی که در مرکز مایند تراپی سنتر در اختیار شما هست که شامل رواندرمانی، انواع آزمون ها برای مشکلات یادگیری، حافظه، ADD و ADHD و غیره و همینطور رشته جدید مغزشناسی یا مغزدرمانی، نقشه برداری صحیح از مغز برای دانستن اینی که در کدام قسمت از 19 قسمت مغز ما مشکلاتی از لحاظ اتصال الکتریکی امواج مغز داریم به صورت خیلی آسون و بدون هیچ نوع اشعه در عرض نیم ساعت انجام میشه و ما امروز در مرکز واقعا موفق هستیم که بتونیم اول علل مشکلاتی که دوستان از نظر در واقع احساسی، رفتاری، روانی، مود، خواب، علل اینکه کسی زیاد میخوره یا کم میخوره و مسائلی مثل انواع مشکلات روانشناسی از A to Z، از ADD، ADHD، استراب، وسواس، ترس، مشکلات مود، سکیزوفرنیا، مشکلاتی که روی سپکتروم آتیزم وجود داره، اسپرگر و غیره، تمام اینها در واقع با کمک مغزشناسی حلقه گمشده کار روانشناسی، روانپزشکی و مشکلات مربوط به منتال هلت یا سلامت روان ما هستش. امروز در مرکز ما نگاهی میکنیم به اینی که انواع و اقسام عدم توازن‌هایی که افراد از لحاظ بیوشیمی و مواد تغذیه دارن رو از طریق یک تست ادرار اندازه‌گیری میکنیم. ببینین چقدر علم مغزشناسی و علم نیوروساینس الان به کمک ما آمده که با یک تشخیص درست در لابراتوارهای مخصوص غیر شیمیایی و با کمک یک تست ادرار از کودک تا فرد 130 ساله ما میتونیم تشخیص بدیم که علل عدم تنظیم مواد نوتریشنی و بیوشیمی، مواد عالی و امینو اسیدی که
باید به اندازه در مغز باشه تا مغز ما اتصال خوب و حرکت درست داشته باشه رو میتونیم اندازه بگیریم و در واقع معنی ژنتیک و ارث رو ما رسوندیم به 3% و مسائل محیط و شناختی که میتونیم از علل مشکلات داشتیم 97% در اختیار ماست که کنترل بشه و درمان بشه. تلفن تماس با مرکز ما 310-286-1480 هست و اگر دوست دارین سوالی دارین به استودیو زنگ بزنین در این یک ساعت 323-512-7264 شماره تماس لایو با استودیوی ما هست. اگر اطلاعات بیشتری لازم دارین mindtherapycenter.com میتونه وبسایتی باشه که بهش مراجعه میکنین و هر سوالی هم که شما دارین میتونین با من یا با ایمیل nanaspirni@yahoo.com در واقع انجام بدین. علت موفقیت ما اینه که سلول‌های مغز انسان دیگه برخلاف علم سابق روانشناسی و در واقع رواندرمانی و روانکاوی و روانپزشکی، مغز ما سلول‌هاش دائما در حال حرکت، ایجاد سلول‌های جدید، اتصال جدید و قابل تنظیم و تحریک خوب هستش. این مسئله‌ایه که قبلاً موقعی که ما دانشگاه می‌رفتیم نمی‌دونستیم. در نتیجه اگر که شما عزیزان بعضی وقتا میگین دکتراتون بهتون میگن که این علم مغز درمانی، نقشه برداری و بعد نورو فیدبک، لایت موشن، سنسرز، رد لایت، همه اینا هیچ نوع یعنی در واقع باوری باهاش ندارن، به خاطر اینی که اگر با علم قدیم پزشکی و روان پزشکی و روانشناسی برین جلو، در کتاب ها می نوشت که این سلول ها ثابتن و در واقع اگر کسی مشکلی داره فکر می کردیم که این مغز قابل فعالیت دوباره سازی ارگان ها نیست، ولی این درست نیست و شما به دکتراتون یاد بدین که مغز نوروپلاستیسیتی داره. نورو یعنی مغز و پلاستیسیتی یعنی قابل انعطاف و تغییر دائمه. از طرف دیگه مواد تغذیه اون به جای اینکه ما به دارو پناه ببریم یا برای همه عمر با دارو علائم بیماریمون رو ماسک بکنیم، امروز خوشبختانه میتونه با برداشتن نوتریشنای سالم و صحیح برای مغز دوباره سازی بشه. در نتیجه همه این علائمی که ما لیبل میزنیم به آدما، میگیم این انگزایتی داره، این دیپرشن داره، این ADD داره، این بایپولار، اینا همه دیگه قدیمی شده و علم جدید به کمک ما آمده تا بفهمیم که اینها علائمیه که نشون میده که مغز از لحاظ بیوشیمی مغز و از لحاظ الکتریکال اکتیویتی مغز یه مقداری مسلماً به دنیا میاد با مشکل و ما اون مشکلات رو رفع میکنیم که در نتیجه تمام علائم مشکلات روانی، روحی، رفتاری، احساسی، یادگیری، حافظه، اعتیاد و غیره رو ما میتونیم دوباره سازی بکنیم و کمک بکنیم که همه شما با مغز خوب و سلامت روان و جلوگیری از پیری مغز و یا خدای نکرده به خانواده آلزایمر رفتن به خودتون برسید. باز هم راجع به سرویس های مرکز با شما صحبت می کنم. همونطور که می دونین من خبرای روزو که در مطبم می بینم دوست دارم با شما عنوان کنم و یکی از اون مسائل امروز با شروع مدارس در رابطه با انواع مشکلات یادگیری یا لرنینگ دیسیبیلیتیه که ما به نوعی دیگه بهش با از طریق تکنولوژی جدید نگاه میکنیم
و درمانش بسیار آسان و متفاوت هستش. قبل از اینکه راجع به لرنینگ دیسیبیلیتی بگم، فقط میخواستم سوال یکی از عزیزانو که برای من مطرح کرده بودن و شاید برای شماها هم جالب باشه و آموزنده مطرح بکنم. دوست عزیزی گفتن که مجبور شدن برای یک سری بیماری که دارن به بیمارستان برن و برای اینکه نوه هایی که بهشون خیلی نزدیکن و کوچیک هستن بهشون نگن که مادر بزرگ بیمارستانه، گفتن که مادر بزرگ رفته مسافرت. من میخواستم که اینجا به شما بگم که هیچ وقت به هیچ دلیلی شما نباید به عزیزانتون، فرزندانتون، نوه هاتون دروغ بگین، به خاطر اینی که اعتمادی که این افراد به شما میکنن به عنوان فرد و شخص مهمی در زندگیشون مورد سوال قرار میگیره و این افراد همیشه در یک استرابی میرن از این که اگر که راست موضوع رو بفهمن بعدن چی هستش که به اونا شما نمیگین. از اونجا موقعی که میتونین باهاش فیس تایم میکنین و اجازه نمیدین که هیچ وقت اون فکر بکنه که اعتمادش از افراد اول زندگیش به هم میریزه و در این حال اگر که شما راستشو بگین، بچه ها شروع نمی کنن از مریض شدن و بیمارستان رفتن هم بترسن، چون این یک واقعیتیه که برای هر کدوم ما در هر سنی به هر علتی میتونه اتفاق بیفته. از طرف دیگه اگر که دوستان میبینم که وقتی کسی فوت میکنه به بچه ها و باز نوه ها نمیگن. من حتی پدر و مادری رو دیدم که وقتی که مادر بزرگ در ایران فوت میکنه به بچه ها که خیلی نزدیک بودن به مادر بزرگشون نمیگن و این بچه رفته رفته خیلی مشکوک میشه مسلماً که چرا من هیچ وقت نمیتونم با مادر بزرگ حرف بزنم و بعدن یکی از اعضای فامیل اشتباهی تکستی میفرسته و این میبینه و به حالت شوک به مطب من اومد. بیشتر از اینی که مرگ مادر بزرگش متأثرش کنه، یک خشم زیادی رو نسبت به پدر و مادر داشت از اینکه به اون دروغ گفته بودن و اجازه نداده بودن که به موقع در این دورانی که نرماله که آدم سوگواری کنه، با هم گریه کنه، با هم یاد اون طرف رو بکنه، همه اینا رو ازش گرفته، همه این موقعیت رو ازش گرفته بودن و این ترامایش خیلی بیشتر میتونه باشه. برای مرگ، برای مریضی، برای بیمارستان پیشنهاد من اینه که به زبون بچه در هر سن و سالی که هست، در هر شرایطی که هست باهاش مطرح بکنین و هیچ وقت موقعیتی رو که هممون با هم باید برای یک کسی قصه بخوریم، سوگواری کنیم، این موقع و این توانایی این که با هم این کار رو بکنیم از افراد خانواده نگیریم. میریم به سر مشکلات یادگیری یا learning disability به انگلیسی که درمان اون و نحوه تشخیص اون کاملا در مرکز Mind Therapy Center از طریق تکنولوژی های جدید مغز درمانی و نورو اینتگریشن تراپی کاملا متفاوت شده. ما قبل از اینکه بتونیم از این موقعیت مغز شناسی و نقشه برداری از مغز استفاده بکنیم، تصور بر این بود که بچه هایی که مشکلی در یادگیری دارن، چه خواندن، چه نوشتن، چه فهم موضوع و امثال اون که الان علائمشو بهتون میگم، تصور به این بود که بچه‌ای که باش به دنیا میاد دیگه همیشه این مشکل رو داره و متاسفانه سیستم آموزشی به این نحو جلو میره که بچه ها رو در مدرسه با یه سری تست ها امتحان میکنن، بلافاصله تصمیم میگیرن که بچه
مثلا ADD داره، ADHD داره، دیسلکسیا داره، لرنینگ پرابلم داره، کامپریهنشن پرابلم داره و میذاشتنش و هنوز هم میذارنش تو کلاسای مخصوص اسپیشل ایژوکیشن. در امریکا تستی میکنن به نام IEP Individualized Educational Planning میکنن براش و برای بچه به تصور اینی که هیچ وقت سلول‌ها به اون حد نرمال خودش و توانایی‌های درست خودش نمیرسه، بچه‌ها رو تو کلاس‌های تنبل‌تر، آستون‌تر میذارن و بر اساس تواناییشون بهشون درس‌هایی رو میدن. یادتون باشه که این کلاس‌های مخصوص تمام امکان و توانایی مغز رو که هر روز بر اثر اون تشویق و اون یادگیری‌های جدید میتونه سلول‌های جدید ایجاد بکنه، ارتباط جدید در 19 قسمت مغز استفاده ایجاد بکنه به وجود نمیاد. توانایی‌های بچه هر روز متفاوته. ما هر روز از کودکی تا وقتی که زنده هستیم اگر به سلول‌های مغزمون برسیم، سلول‌های مغز آپتیمایز میشن، لایت آپ میشن و دیگه هیچ مغزی لازم نیستش که با سن پیر بشه و هیچ مغزی هم که مشکل یادگیری داره لازم نیست که لیبل بگیره، در کلاس‌های اسپیشل اد بره و بعد هم به خاطر مشکلاتی که بچه‌ها احتمالاً با این لیبل ها دارن، اگه مغز پرفعال، پیش فعالیت دارن، اگر ADD و ADHD دارن، اگه نمیخوابن، دکترها متاسفانه با چند تا علائم اولیه که میبینن به بچه‌ها داروهای شیمیایی میدن که از مشتقات مواد مخدره و بدتر بچه با یه حالت مست و بدون فوکس و بدون اینکه بتونه قشنگ فکر کنه و توجه بده مشکلاتش پیچیده تر میشه. اتفاقا مجله نوروساینس شماره 8 جولای تاکید کرده که اغلب لیبل ها و تشخیص هایی که در کتاب روانشناسی برای افراد میدیم از نظر علمی بی مصرف، بی معنی و مینینگلس هستش، به خصوص برای تشخیص درست و پیدا کردن علت اصلی مشکل اون فرد و درمان صحیح آن. بنابراین اگر شما عزیزان از شروع مدرسه میبینین که عزیزانتون دچار لرنینگ پرابلم، ADD، ADHD، آتیزم، استراب، افسردگی، وسواس و غیره هستن، لازم نیست که یه لیبل بدین، یه مقدار دارو بدین و فکر بکنین که کاری براش نمیتونین بکنین. ما در مرکز مایند تراپی سنتر موفق هستیم که با یک نقشه برداری ساده که حدود نیم ساعت طول میکشه اختلال عدم رسوندن اطلاعات رو در نقاط مغز اندازه‌گیری بکنیم، بدونیم دقیقاً که این فرد چقدر استراب داره، چقدر افسرده است، چقدر مشکل یادگیری از لحاظ خواندن، نوشتن و ریاضیات داره و به طور مشخص بتونیم ببینیم که چرا شناخت فکر انتزاعی این فرد که با اون ابستراکت ریزنینگ گاهی از انواع لرنینگ پرابلم، حافظه کوتاه مدت یا دراز مدت یا تمرکزشون به هم میریزه یا اون ارگانیزیشن و نظم فکری رو ندارن یا فرضاً در نوعی که به نام دیسلکسیا بهش میگیم مغز ریورس میکنه، وقتی که الفابتو مینویسه، وقتی نمره مینویسه، بعضی از بچه ها زیاد بین نوشته ها فاصله میذارن و یا خط و وقتی که میخونن جا میندازن. متاسفانه بچه هامون رو وقتی که در کلاس مخصوص نگه میداریم توانایی قابلیت انعطاف پذیری سلول های مغز رو
ازش میگیریم، یعنی محرومش میکنیم از اینکه بتونه اون مشکل رو از طریق مغز درمانی معالجه بکنیم. و الان میدونیم که اتصال و ارتباط صحیح این سلول ها، این بیلیون ها سلول در 19 قسمت مغز مسئول، هر قسمتی مسئول یک جویی از یادگیری ما افراده، حافظه ما، قدرت خوندن ما، قدرت کلامی ما، هر چی که ما باید یاد بگیریم، درک کنیم، به خاطر بسپریم و بعد به یاد بیاریم، واکنش درست ارتباط این سلول هاست. و ما امروز کاملا میتونیم بفهمیم که در کدوم قسمت این اتصالی در واقع پیش میاد، به خاطر اینی که از لحاظ الکتریکی سلول، امواج مغز با هم ارتباط ندارن و همینطور نوتریشن مغز به یک نوعی اختلال داره یا کم و زیاده. بریم آگهی ها رو گوش کنیم، برگردیم. میخوام در مورد کارکرد انواع قسمت مغز که خیلی جالبه با شما صحبت بکنم، با ما باشیم. دوستان عزیزم، این آگهی رد لایت ماه، اگه گوش بکنیم بیاین ازش استفاده بکنیم. بسیار مشکل و گاه غیر ممکن است. اکنون تکنولوژی جدیدی که جایگزین طبیعی لایف ساکشن است به کمک شما آمده. این یه تنکه که توش میرین یه رو 20 دقیقه چندین اینچ رو بدون چندین اینچ رو کم میکنیم. خب من یه سلام علیکی با شما بکنم. الان که میریم روی آگهی های رادیو، ترناز عزیزم خوشحالم که با ما هستی و به امید دیدار زود تو. مرسی از محبتت. ماتیو پیشور، پیتر فرام جپن، I really truly miss you Peter and I think it's time for you to come for a visit and see your old friends. Thank you for paying attention to the program. آذر ایرانفر عزیزم، ممنونم با ما هستی. در این موقعی که برنامه میره روی تبلیغات، دو سه تا چیزو میخواستم با شما در میون بذارم. اول از همه من یه لیستی درست کردم از اینکه چجوری به مغز خودمون برسیم که در واقع مغز اپتیمایز بمونه. یه مقدار تیپس برای داشتن برین خوب. اولین چیزی که، نه اینی که به ترتیب 1-2-3 نیست، ولی یکی از چیزهایی که خیلی مهمه، نخوردن جانک فود و غذاهای پروسس شده است. برای اینکه این غذاهای پروسس شده مثل سوسیس و کالباس، اینا برای مغز ما بسیار بسیار اینتراپشن میاره و هر چقدر که ما غذامون درست باشه، مغزمون درست کار میکنه. این جانک فود هم میدونین که انقدر توش ادیتیو میریسن، انقدر توش رنگای مختلف هست، انقدر اویل بد استفاده میشه، انقدر شکر و نمکش بالاست که فقط بجز اینفلمیشن، تورم و فاگی کردن برین کار دیگه ای نمی کنه. سوداها هم که می دونین شکر فراوان داره و شکر به طور کلی آدم رو احمق می کنه. ورزش بدنی و فکری هر دوش، اگه یادتون باشه تو برنامه من همیشه میگم که اگه به مغز خودمون برسیم، 97% موضوع محیطه و فقط 3% ژنتیکه. 97%ی که محیط رسیدگی به مغزه. انواع ورزش ها، مثلا وقتی بورد گیم بازی بکنین، ویدیو بازی کنین، تترس، شطرنج، نمیدونم سودوکو، یه کارهای فکری بکنین، یه زبون جدید یاد بگیرین، یه آشپزی جدید بکنین، هر چیزی که جدید و ناوله به برین کانکشن و در واقع شروع میکنه به لایت آب شدن و اتصال بیشتر پیدا کردن.
اگه آلت‌های موسیقی رو بلد نیستین یه آیت موسیقی رو یاد بگیرین، یه کلاسی برین، که الان دیدم در الی خانوما خیلی کلاس خوانندگی میرن، خیلی هم عالیه، کلاس رقص خیلی عالیه. نخوردن الکل، داروهای شیمیایی، مواد مخدر تا اونجایی که میتونین. هر کدوم از اینا سلول‌های مغز رو و وقتی که اون نورو ترانسمیترها انشعاباتی که قرار اینفورمیشن رو بده یه مقداری اثر میذاره، فاگیش میکنه، یه ذره ریتمش رو به هم میزنه، از استراکچر و فعالیت مغز ما تفاوت پیدا میکنه. نوشیدن آب خوب، برای اینکه آبایی که از شیر بخورین متاسفانه خیلی آبهای خوبی نیستش و موادی که میزنن برای اینی که میکروب ها در اون بمیره خیلی برای هلت ما درست نیستش. در نتیجه آب نوشیدنی خوب رو برای خودتون یه 5-6 لیوان اگه میتونین تو روز تا شب بخورین. بعد موادی که میخرین برای تمیزی، برای کود دادن گیاهای توی باغچه‌تون، موادی که برای آرایش خانوم‌ها استفاده می‌کنند، هر جور چیزی که می‌خریم قبلاً مواد شیمیایی و پترولیوم بوده. امروز اگر هول فود برین یا مغازه‌هایی که گرین هستن، تمام این مواد رو بدون اون داشتن لد، آلومینیوم یا موادی که اذیتتون بکنه در اختیارتون میذاره. یکی از کارهایی که مهمه اینه که همیشه لیبل هر چیزی که میخرین رو بخونین و اگر نمیدونین چیه یه دور چکش بکنین. جنت ملامد عزیز، خوش آمدی به برنامه. دارم یه مقداری تیپس تو هاو ا بتر برین رو با عزیزان میگم تا برگردیم رو رادیو راجع به لرنینگ دیسیبیلیتی و نحوهی که ما تشخیص و مداوا میکنیم به صورت جدید از طریق علم نوروساینس رو عنوان میکنم. یکی از مسائلی که برای برین خیلی مهمه سلامت لثه و دندانه و خیلی جالبه که رابطه بسیار مستقیم بین اوضاع دندانهای ما، نداشتن عفونت، لثه های سالم و در واقع مکشور کردن از اینی که مرکوری در دندونها قدیم در ایران میذاشتن، اونا رو ریموف میکنیم. دوباره گرین دکترایی هستن که دنتیستن و بسیار بسیار رابطه مستقیم بین دندونها و نرسیدن اینفلمیشن و چرک به مغزمون. یکی از کارهایی که یادمون میره، من خودم هم هی به فکر خودم میارم، تنفس عمیقه. خیلی جالبه که شما اگه 3 دقیقه 3 بار در روز تنفس عمیق بکنین، اکسیژن بیشتر به جلوی پیشانی میاد، سیرکولیشن و رابطه عالی بین مغز و گات ایجاد میشه و بهتون بلافاصله آرامش میده. امتحان بکنین 3 دقیقه عمیق، 4 شماره میشمرین، اینهل میکنین، نگه میدارین 4 شماره و 7 شماره این اکسهلش میکنین، میدین نفس رو بیرون از طریق شکمتون، فشار بیاد به شکم. یکی از کارهایی که کمتر و کمتر داریم میکنیم تماس ما با طبیعت، دوستان و فامیله. من میبینم که این رابطه با فامیل کم و کمتر داده میشه. رادیو چرا صداش رفت؟ فکر کردم که رادیو رو از دست کردم. این توی دیگه توی آفیسم میشینم لایتو تا اونجا که بلدن تنظیم میکنم، شما رو روی فون دارم، یه تلفن دیگه هم رادیو رو داریم. ببینید تکنولوژی به کجا رسیده، دیگه ما لازم نیست بریم استودیو. تماس با طبیعت، با خانواده، با دوستان، راه رفتن روی ماسه ها، پا برهنه،
نفس عمیق کشیدن کنار دریا، دیدن سبزه، تمامش روی مغز و کانکشن مغز اثر بسیار زیادی رو میذاره. یادتون باشه که هر وقت که ما خوشحالیم و یه لحظه پلزنت داریم، مغز ما هم سلولهاش خوشحال میشن و با هم کانکشن پیدا میکنن. سلولای مغز مثل ما آدم ها هستن، با هم قهر میکنن و با هم آشتی میکنن و به هم صحبت میکنن. دیگه مواظبت از اینه که زمین نخوریم. میبینیم که افراد خیلی اکسیدنت پیش میاد، مواظب باشیم سرمون جایی نخوره و تراما نگیریم از این لحاظ. خواب خوب که مسلماً وجود داره، نور آفتاب و بعدم مواظبت. الان برمیگردیم رو ایر رادیو، راجع به لرنینگ دیسیبیلیتی حرف میزنیم. میخوام نقاط مختلف لرنینگ رو به شما نشون بدم. شما هم از روی فیسبوک من میتونین قشنگ ببینین که ما آماده این. فرشا جا مرسی. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر. شماره تماس 310-286-1480 هستش و دارم راجع به لرنینگ دیسیبیلیتی یا مشکلای یادگیری با شما صحبت میکنم که امروز با دانش مغز میدونیم که هر قسمتی از مغز مسئول یک نوع یادگیری و یک نوع فرصت هست برای اینی که ما بتونیم افکارمون، احساساتمون، یادگیریمون، نوشتنمون، خواندنمون درست باشه. برای اینکه متوجه بشین، فقط خیلی کوتاه و مفید و مختصر برای دوستان میگم که مغز انسان همونطور که میدونین شامل دو نیمکره راست و چپه. نیمکره چپ مسئول منطق، لاجیک، فکر کردن، صحبت کردن، تصمیم گیری، حل مشکل، یادگیری زبان و ریاضیاته. مشکلات نیمکره چپ باعث افسردگی میشه. نیمکره راست ما مسئول خلاقیت، داشتن احساسات، فهم جوک یا درک مطلب دیگری و در واقع فهم مطالبیه که در نیمکره چپ یادگیری میشه. بنابراین شما ببینین چه داستانیه بین نیمکره چپ و راست مغز که اگر در هر قسمتی از این 19 قسمت با هم هماهنگی نداشته باشن، ما به یک نوعی مشکل داریم. و مشکل یادگیری برمیگرده به قسمت پشت بالای سر در نقطه‌ای به نام پیویتا که قسمت چپ یادگیری ماست. از نظر اینکه خود اون درک اینی که الفابت ABC الف ب چیه و بدونیم که بتونیم بخونیم الف ب رو. یکی هم یادگیری نمره هاست، نمره ها رو هم یاد میگیریم. ولی اگر طرف راست هماهنگی نداشته باشه، درک و فهم آنچه که میخونیم، اون ریاضیاتی که باید حل بکنیم، اون شعری که باید حفظ بکنیم، به نیمکره راست مربوط میشه. در نتیجه ارتباط بین نیمکره چپ و راست ما در هر نقطه از مغز، از بالای سر که کارهای حرکتی ما و حرف زدن ما رو کنترل میکنه، تا بالای پشت سر که یادگیری ما رو کنترل میکنه، تا پشت پایین سر که مسئول حافظه و احساسات ماست و تراما و ضربه های زندگی رو هم ثبت میکنه، هم قرار کنترل بکنه، و جلوی پیشانی که کمک میکنه ما
با کنترل یاد بگیریم، فکر کنیم، تصمیم بگیریم، دقیق باشیم، تمامش به هم مربوطه. این علم جدید مغز شناسی این موقعیت رو به ما میده که با یه نقشه برداری ساده برای هر عزیزی در هر سنی ما ببینیم این اوضای عدم اتصال مغز که مشکل یادگیری و خیلی موقع هم احساسی و حافظه رو ایجاد میکنه به چه علتیه، ببینیم در کدام قسمت از مغزه و بتونیم با هم با از طریق نورو انتگریشن تراپی که کامبینیشن لایت، موشن، سنسرز، بیمر، برین تپ، نیورو فیدبک و خیلی از چیزهایی که من زیر یه سقف برای شما آماده کردم این مشکلات رو جبران بکنیم. در نتیجه مثلا فرضاً اگر یه کسی لکنت زبون داره، ما امروز میدونیم که مربوط میشه به بالای سر سنترال سنسوری موتور کورتکس که مسئول کارهای حرکتی ماست. یعنی که اگه لکنت داریم درست حرف نمیزنیم، در بالای سر بین نیمکره چپ و راست اتصالی شده، یعنی در واقع اگر کسی راه نمیره درست، ماهیچه هاش ضعیفه، درست حرف نمیزنه، باز برمیگرده به مسائل بالای سر. در نتیجه اگر دیسلکسیا مشکلات یادگیری وجود داره در قسمت تراما یا تمپرال ما که دو شقیقه است، ما مشکل داریم. در قسمت پریتال مشکل داریم. اگر کسی پارکینسون داره، دستاش میلرزه، در قسمت بالای سر مشکل داره. و به همین ترتیب ما هر موضوعی که لیبل قدیم کتاب‌های روانشناسیه و به شما یاد میده داده شده که هیچ کاری براش نمیشه کرد و شما باید باش بسازین و با دارو احتمالاً اون علائم رو مسح کنین، تمام اینا اشتباهه. و ما امروز در مرکز مایند تراپی سنتر حقیقتاً موفقیم به خاطر اینی که من بعد از 42 سال روانشناسی، رواندرمانی، تراپی، مشاوره زناشویی و خانواده و کمک با جوانان و نوجوانان موفق شدم که این حلقه گم شده کار مغزشناسی رو برم دوباره 20 سال سکریفایز کنم، درس بخونم در کنار کارم که بتونم تکنولوژی و علم جدید رو ادغام کنم با روانشناسی. دیگه دوره این که شما اگر نمیخوابین داروی خواب بخورین و ندونین چرا نمیخوابین تموم شده. و من به شما بگم که این برچسب لرنینگ پرابلم واقعا با کارهایی که ما انجام میدیم در کنار علم رواندرمانی و ایژوکیشنال سایکالوجی، به خاطر اینی که من وقتی بچه میاد پلوم با کمک آزمون‌های مختلف یا همون تستی که در مدرسه از طریق IEP انجام شده، اون وقت متوجه میشم که این بچه هم به چه نوعی این مشکلات خودش رو نشون میده. در ضمن میخواستم بهتون یادآوری بکنم که در خیلی از موارد مشکلات یادگیری رابطه مستقیم داره با مشکلات بینایی و شنوایی بچه ها و حرکتیشون. در نتیجه من همیشه به والدین توصیه میکنم که اگر بچه شما درست نمینویسه، بدخطه، کج و کوله است، جا میندازه، برعکس مینویسه و وقتی که میخونه کلمه جا میندازه و خط رو گم میکنه، بجز این که ما با مغز شناسی و مغز درمانی و روان درمانی کمکش میکنیم، حتما شما به دکتری برای چشمش که
دیولوپمنتال اپتومتریست هستش. این دکتر با دکترای افتومالوچیست معمولی که میخوان ببینن چقدر یکی خوب میبینه کاملا فرق میکنن. و این دکترها اگرم لازم شد زنگ بزنین، من شماره این دکترها رو به شما میدم که این شما رو تست مخصوصی میکنه که ببینه این ماهیچه های چشم آیا با نظم با هم حرکت میکنه و در یک مدار حرکت میکنه و آیا مشکلی این بچه برای دیدن درست کتاب و اون حروف و یادگیریش داره. و مسلماً شنوایی بچه هم خیلی مهمه. ما بچه هایی رو اینجا داریم که learning problem دارن، بعضی هاشون auditory processing problem دارن، از طریق گوش اطلاعات رو نمیتونن بگیرن و به خاطر بسپرن و بفهمن. بعضی از بچه ها عدم فهم اعداد و ریاضیات دارن، بهش میگیم دیسکالکولیا. بعضیا دیسگرافیا دارن، یعنی مشکل دارن با نوشتن، با اون سپیس، با کلمات که برعکس میشه، یا دیسلکسیا دارن که مشکل در خواندن، فهم اون چه که بتونن ببینن، تکرار کنن و حتی سپلینگ یعنی دیکتشون بده. بعضیا لنگویج پروسسینگ پرابلم دارن، مشکلات فهم درک مطلبه که همتون بهتون گفتم اگه ادغام دو نیم کره و همکاری دو نیم کره مغز در قسمت پریتال نباشه این مسئله به وجود میاد که بعضی هم اون وقت ویژوال موتور دفیسیت دارن، یعنی مثلا اگر یه چیز رو بذارین کپی بخواییم بکنن نمیتونن کپی بکنن، اطلاعات مربوط به هند موتورشون به هم میریزه. Anyways، شما خبر خوبی که از من امروز دارین اینه که با کمک نقشه برداری از مغز و چند جلسه بستگی به این که بچه چقدر مشکل داره نورو اینتگریشن تراپی و با کمک اون تست ادرار، بچه شما و خود شما اگر مشکل یادگیری به هر نوعی دارین، مشکل آموزشی دارین، این تست های مخصوص ما کاملا یادگیری اکادمیک رو برمیگردونه و ما با تمام میتونم بگم 99% بچه ها و بزرگسالانی که کار میکنیم دیگه خیلی آسون یاد میگیرن و بچه ها خیلی آسون A میگیرن. ما حتی کسانی که امتحان LSAT باید بدن، امتحان های مختلفی برای های سکول یا دانشگاه اگه دارن، با چند جلسه که میان و اتفاقا بساط درسشون هم میارن همون موقعی که ما داریم نیرو فیدبک و لایت و موشن میکنیم، درسشون رو من میگم بخونن، چون خیلی کمک میکنه به آگاهی ایمیدیت. و اینا همه خوشبختانه 90% تستارم پس میکنن. بنابراین موقعیتیه که شما اگه فرزندتون یا خودتون نه تنها مشکل یادگیری، واقعا هر نوع ایمبالنس و هر نوع مشکلی که از لحاظ فکری، روانی، احساسی، یادگیری، مود و سایر مشکلات ایتوزی کتابهای روانشناسی رو دارین، دیگه علم فرق کرده و دکترهایی که همون علم سابقی که منم توش توی USC هم مسترز گرفتم، هم PhD گرفتم، هم فوق دکترا گرفتم، در نتیجه من میتونم به شما خیلی سریع بگم که اگر دکترها با تکنولوژی جدید alternative medicine، wellness، preventative medicine، functional medicine و naturopathic medicine آشنایی نداشته باشن، دیگه متاسفانه کمکی نمی کنه به شما و عزیزانتون که اگر مشکلی دارین رفع بشه و میتونه فقط مشکلتون رو این دکترها از طریق علائم و ماسک کردن این علائم
برای مدتی یه آرامش علکی به شما میدن. هر چیزی که مغز رو از حالت عادی خارج بکنه و شما توی دهانتون میگذارین مواد مخدر داره. مواد مخدر امروز به هر نوعی که مصرف بشه، چه استشمامی، چه از طریق دهان و چه اینی که اگر بنوشیم، متاسفانه بلا فاصله و در طول مدت زمانی فعالیت سلول‌های مغز رو و ساختمانسازی سلول‌های مغز رو در 19 قسمت به صورت رندوم اثر میذاره و شما به جای اینکه این امکانو داشته باشین که اول ببینین مشکل شما چیه و بعد بخواین حلش بکنین، به سراغ این داروهای شیمیایی یا ساختن با مشکلتون یا گذاشتن بچه ها برای همیشه تو کلاس های سپیشل ایژوکیشن و غیره فکر نکنین که کاری درستی میکنین. من در مرکز مایند تراپی سنتر اینجا هستم که شما عزیزان همه خیلی فامیلی پلوی من میاین، همه مغزها رو اپتیمایز بکنی، به سلامت بدن یکی که شما برسیم. ما با کمک گرفتن از مغز درمانی، نقشه برداری مغز، تست ادرار برای لابراتوار غیر شیمیایی و همینطور نور و رد لایت برای اینی که استقامت و فعالیت یکی که سلول های بدن رو ایجاد بکنه و در نتیجه فت زیاد از سیستم خارج بشه، پوست جمع بشه و مغز اپتیمایز بشه، در کنارتون هستیم. با دستگاه لیمف 360 مون تمام غدد لنفاوی که سمومات بدن در اون جمع میشه رو از طریق این ماساژ 45 دقیقه به صورت یک هلت سپا کمک میکنیم که تمام این رسوبات به موقع خارج بشه و بدن اینفلمیشن و تورم نداشته باشه و سلول ها در من همیشه میگم اپتیمایز میشه. اپتیمایز یعنی اینی که به بهترین پتانسیل خودش برسه که پیر نشه. در نتیجه نمیخوام سرتون رو درد بیارم، قسمم هم تبلیغ نیست، فقط میخوام به شما یادآوری بکنم که ما یک بار به دنیا میایم و یک فرصت داریم برای اینی که سلول های مغز رو در اون قسمت هایی که وقتی به دنیا اومدیم عدم توازن و بلنسی داره بررسی بکنیم و درست بکنیم. علم قدیمی که میگفت این کار عملی نیست اشتباه بوده. تکنولوژی ها به یک جای فوق العاده بی‌نظیر رسیده و من از شما دعوت میکنیم کلیه افراد خانواده با من قرار بذارین، بیاین و از مرکز دیدن کنین و از تمام این وسایل و تکنولوژی جدید سود ببرین. تلفن برای